حق. بعد از اینکه گفتیم طرف رو قبول نداری، میگیم آقا ما خودمون بر حق، چرا؟ بر اساس قدیر، بر اساس آیه منزلت، بر اساس آیه فلان، دونه به دونه ما وسیعیم، ما امامیم. خب نکته بعدی انتخاب شیوه های درست مبارزه. حالا که تایید نکردیم حاکمان رو، حالا که معرفی کردیم خودمون رو به عنوان امام بر حق، لازمه که شیوه درست مبارزه رو هم یاد بگیریم. پس شیوه درست در زمان درست باید استفاده بشه با توجه به اون اختزاها، نحوه جنگ، نحوه نبرد و اختزاهای زمان، نوع فرهنگ و خیلی چیزهای دیگر. خب تیتر بعدی و تیتر آخر این درس هم وظیفه ما در برابر پیامبر اکرم صلوات الله و امامان علیهم السلام، چگونه باید قدردان باشیم صحبت قایم کرد که باید چه کنیم. وظیفه ما در برابر پیامبر اکرم صلوات الله و امامان علیهم السلام چه چیزایی، اینا رو صحبت قایم کرد. میگم برات، میریم شروع میکنیم اولین قسمت درس، یعنی همون ماجرای پیشبینی امام علی علیه السلام در رابطه با آینده جامعه اسلامی. قسمت اول، خب گفتیم دیگه پیشبینی امام علی علیه السلام در رابطه با آینده جامعه اسلامی رو داریم. قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم به بررسی حدیث، دو تا دونه نکته رو می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. نکته اول، امام علی علیه السلام با توجه به چه چیزی سرنوشت و آینده نابسامان جامعه را پیشبینی می‌کرد؟ میگیم با مشاهده رفتار مسلمانان سرنوشت و آینده نابسامان جامعه را پیشبینی می‌کردند و در کجاها هشدار می‌دادند؟ در سخنرانی هایشان مسلمانان را از عاقبتشان بیم میدادن، انذار میکردن. با توجه به رفتار مسلمانان سرنوشت آینده نابسامانشون رو پیش بینی میکردن و کجا هم بیم میدادن؟ در سخنرانی هاشون. حالا دومین نکته ما، دنیای اسلام به علت چه چیزی به دوران جاهلیت بازگشت؟ خیلی ساده، ببین اینا نکته است، تمام این مسائل میتونه تست بشه. دنیای اسلام به علت عدم توجه به هشدارهای امام علی علیه السلام به دوران جاهلیت بازگشت. پس دنیای اسلام به علت عدم توجه به هشدارهای امام علی علیه السلام به دوران جاهلیت بازگشت. به چه دلیل؟ به دلیل عدم توجه به هشدار امام علی، که در این شرایط ائمه اطهار آموزه های صحیح را در اختیار جامعه قرار دادن. سوال پیش میاد، آیا ائمه اطهار گذاشتن مردم در اشتباهی که کردن فرو برن؟ پاسخ میدیم نه خیر، بلکه اومدن آموزه های صحیح هم در اختیارشون قرار دادن، باز خودشون گوش ندادن به حرف مجدد. حالا سوال، امام علی علیه السلام چند موضوع و چند مورد رو برای خطر به عنوان بازگشت به دوران جاهلیت مطرح میکنه؟ سه تا دونه نشونه میده به جامعه اسلامی. بترسید نشانا رخ بده، شما دیگه تو دوران جاهلیت به سر میبرید. این سه نشانه چه چیزهایی هست؟ سه مورد از نشانه های بازگشت مسلمان به دوران جاهلیت یا به دوره جاهلیت چیه؟ میبینیم با هم حدیث رو میبینیم. به زودی پس از من زمانی فرا میرسد که در آن زمان چیزی پوشیده تر از حق، آشکارتر از باطل و رایج‌تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد. این یه نون نشانه کلی، پس پوشیده تر از حق نیستش، آشکارتر از باطل نیست، رایج‌تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نیست، اینش میاد تو گزینه‌ها. پس در اون زمان که زمان جاهلیت هستش، کلام امیرالمومنین یعنی پیشبینی امام علی علیه السلام اینه که چیزی پوشیده تر از حق نیست در اون زمان، آشکارتر از باطل نیست و از چیزی به نام حق بیشتر مردم ناآشنا نیستن، یعنی بیشترین چیزی که باش مردم ناآشنا حقه، چیزی که بیشتر مردم باش آشنان باطله و رایج‌تر از دروغ بر خدا و پیامبرش باشه، مردم قسم دروغ میخورن، دروغ میگن. نزد مردم آن زمان کالای کمبهاتر از قرآن نیستش. دومین نشانه، وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود و کالای رایج‌تر و فراوانتر از آن نیست، آنگاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیا طلبان معنایش کنند. و دومین نشانه اینه که کالای کمبهاتر از قرآن نیست، بعد رایج‌تر و فراوانتر از آن هم نیست. چه زمانی؟ خیلی مهمه، زمانی که به صورت وارونه و یا به نفع دنیا طلبان معنایش کنند، یعنی اونجوری تفسیرش بکنن. حالا نشانه سوم و نشانه آخر، در آن ایام در شهرها